دو شرکت معتبر فناوری‌های رباتیک موفق به ساخت صندلی چرخداری شدند که قادر به خواندن فکر فرد از روی حرکات و حالت‌های صورت است. هدف آنها از ساخت این ویلچر که در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی در لاس وگاس ارائه شد، فراهم کردن امکان استفاده از صندلی چرخدار برای کسانی است که دست‌هایشان فلج یا از کار افتاده است. گزارشی از دکتر شیده رضایی. محصول مشترک دو کمپانی اینتل و هوبوکس یا کیت ویلی 7 در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی در لاس وگاس به تماشاگران نشون میده که چطور یه ویلچر رو میتوان با حالتهای صورت از جمله لبخند، شکلک، اخم یا حتی بوسه از راه دور کنترل کرد و صندلی چرخدار توانیابانی را که از گردن به پایین فلج هستن به حرکت در آورد. انگیزه ساخته اون هم داستان جالبی داره. A few months ago, I was at the airport. I was waiting for my flight and I saw this girl in a wheelchair. چند ماه قبل در فرودگاه زن جوانی را روی ویلچر دیدم که از گردن به پایین فلج بود، اما لبخند روی صورتش بود که با من حرف می‌زد و من نتوانستم این فکر را از سرم بیرون کنم که چطور با استفاده از توانایی رباتیک این لبخند را به فرمانی برای حرکت ویلچر بدل کنم. در قلب این تکنولوژی، ریال سنس یا یک دوربین پیشرفته ساخت کمپانی اینتل قرار داره که روبروی صورت فرد قرار میگیره و همزمان با تغییر چهره او میتونه اطلاعات دریافت شده رو با یک الگوریتم هوشمند پردازش کرده و به موتور ویلچر منتقل کنه. ابتدا استفاده از این صندلی برایم عجیب بود، اما به تدریج و با تمرین یاد گرفتم که اگر لبخند بزنم چرخ‌ها رو به جلو میده و اگر اخ کنم به عقب برمیگرده و برای جهت‌های جانبی از شکل‌های مختلف یا زبان درآوردن استفاده میکنم. نمایشگاه بین المللی محصولات مصرفی الکترونیک یا CES در لاس وگاس به ارائه تازه ترین ابتکارات دنیای فناوری در عرصه الکترونیک در اون سال اختصاص داره و امسال نیز حد اکثر تلاشش رو وقف بهبود کیفیت زندگی افراد ناتوان کرده. یکی دیگه از محصولات پرطرفدار امسال ای سایت یا چشم‌بندیه که با استفاده از بازسازی واقعیت امکان دید رو برای کسانی که اختلال بینایی شدید دارن فراهم میکنه. شیده رضایی، صدای آمریکا.